به نام یاد خدا، خوش آمد نزدان به اولین جلسه HTML از چینل نیو افغان لرن. خوب عزیزان، طبقی که وعده کرده بودیم، گفته بودیم که زبانهای تحت و به شما عزیزان تدریس میکنیم. خوب عزیزان، در اولین جلسه ما شما را با زبان HTML آشنا میسازیم که زبان HTML چی است. خوب، من تکست ادیتور را باز میکنم. HTML یک زبان است که به خاطر مارکاپ کردن عناصر یک وب پیج استفاده میشه، یعنی یک هایپر تکست مارکاپ لنگویج است. زبان HTML یکی از زبان‌های خیلی مهم در بخش وب دیزاینینگ است. یعنی تا زمانی که زبان HTML نباشه، ما نمی‌تونیم یک وب پیج یا یک وبسایت خود به وجود بیاریم. ما با استفاده از زبان HTML می‌تونیم یک وب پیج و یک وبسایت خود به وجود بیاریم. زبان HTML فقط چی می‌کنه؟ مارکاپ می‌کنه عناصر صفحه. ما توسط زبان HTML عناصر صفحه مارکاپ می‌کنیم. خب، ما کودهای زبان HTML در کجا بنویسیم؟ فرق نمیکنه که ما کودهای زبان HTML در کجا بنویسیم. هر جایی که شما میدانین نوشتش کرده میدانین. فرض کنین یک سیمپل تکست دور باشه مانند نوتپد پلاس پلاس. نوتپد پلاس پلاس یک سیمپل تکست ادیتور است. شما میتونین زبان HTML کودهاش رو در نوتپد پلاس پلاس بنویسین. و حتی شما میتونین اگر در نوتپد پلاس پلاس ننویسین، میتونین حتی در نوتپد خود ویندوز یه هم یک سیمپل تکست ادیتور است دهی بنویسین. یعنی فرق نمیکنه که شما زبان کودای زبان HTML در کجا بنویسین. خب، زمانی که شما کودای زبان HTML نوشتین، ایرا چطور از استفاده میکنین؟ خب، به خاطر استفاده کردن از کودهای زبان HTML شما باید ایرا سیو بکنین. سیو از یک موقعیت برش انتخاب بکنین و ایرا زمانی که شما سیو میکنین، یک نکته که خیلی مهم است، یک نام برش میدین و ایرا با پسوند .html سیو میکنین. زبان HTML با پسوند .html سیو میشه. و اینه میتونین شما سیوش بکنین. زمانی که اینه با شما با پسوند .html سیو بکنین، شما ببینین name.html به شکل براوزر نمایش داده شد. اور زمانی که اینه ما باز بکنیم، به شکل یک وب پیج به ما نشان داده میشه. البته داخل از تا فعلا هیچ محتویات نداره. خب عزیزان، ما در این کورس خود به خاطر تطبیق کودهای HTML از یک تکست ادیتور استفاده میکنیم که به نام Sublime Text Editor است. خب عزیزان، اگر شما خواسته باشین این رو میتونین دانلودش بکنین و از استفاده بکنین، چون یک چند ویژگی خاص خیلی خوب داره. و اگر نمیخواستین از Sublime استفاده بکنین، مشکل نیست. از هر تکست ادیتور که خود شما میه، از او شما میتونین استفاده بکنین. خب، من سبلاین استفاده میکنم چون ویژگی های خاص خود دارم. خب، اول ما شما شناختیم در اول که زبان HTML یک هایپر تکست مارکاپ لنگویج بود، یعنی یک زبان بود که ما با استفاده از میتونیم عناصر یک صفحه را علامت گذاری بکنیم. خب، حالا آشنا میشیم چطور یک وب پیج ساختارش به وجود میاد. یک ساختار وب پیج با استفاده از کدام تگ ها به وجود میه. خب عزیزان، در اولین تگی که قرار میگیره دوک تایپ هست. دوک تایپ در زبان HTML یا HTML5
یا اکس اچ تی ام ال یک قانون هست که باید شما دوک تایپ چی بکنین، تایپش بکنین و هیچ وقتی را فراموش نکنین. به خاطر زیر تایپ بکنین که زمانی که وب پیج شما لود میشه خیلی زود باز میشه، یعنی سرعت لودش بالا میره. دوک تایپ که هست نو دکومنت شما را مشخص میکنه. و دومین تگ که هست تگ خود HTML هست که ای که هست یک روت المنت هست، یعنی در زبان HTML زمانی که ما تگ HTML می داشته باشیم ای چی هست؟ یک روت المنت هست. یعنی روت المنت به چی مفهوم است؟ یعنی تنها در یک وب پیج تنها ما یک روت المنت می داشته باشیم، یعنی یک تنها یک HTML می داشته باشیم. سومین تگ که قرار میگیره در زبان HTML به خاطر ساختار یک وب پیج او تگ بادی هست. تگ بادی مهمترین تگ در زبان HTML است، چون تمام محتویات درباره یک وب پیج در بین تگ بادی قرار میگیره. فرض کنیم ما یک تگ چی داشته باشیم؟ تگ پاراگراف داشته باشیم. داخل از این محتویات داشته باشیم، فرق نمیکنه که محتویات ما چی است. یعنی تمام محتویات در زبان HTML در تگ بادی قرار میگیره و از تگ بادی نمایش داده میشه و تمام چیزهایی که شما در یک وب پیج میبینین، تمام المنت ها، تمام عناصری که در یک وب پیج شما میبینین از تگ بادی نمایش داده میشه. زمانی که بخوایم میره ببینیم، این را سیوش میکنیم، در فایل سیو است و این را web.html گفتم با اکستنشن .html سیو میکنیم، سیو میگیمش البته در دسکتاپ. زمانی که را باز بکنیم web.html، شما ببینین ما در داخل تگ بادی تگ پاراگراف داشتیم و به ما چی شد؟ نمایش داده شد. خوب عزیزان، جلسه خود همینجا به پایان میرسانیم. تا جلسه بعد خدا حافظ نگهدارتان.